همه در انتظار آنند که بدانند در صورت سقه بودن خبر استعمال سلاح کیمیاوی بر مردم، واکنش قدرت‌های جهان در برابر رژیم بشارالاسد در سوریه چه خواهد بود؟ از سوی هم سوالاتی در مورد توجیه اقدام نظامی علیه سوریه پیدا شده است. در این مورد خواستیم نظر یک کارشناس افغان آقای وحید وحید الله را بپرسیم که در حل منازعات منطقوی سابقه داشته و دیپلمات ملل متحد بوده است. وی از طریق اسکایپ از شهر نیویورک با ما در ارتباط مستقیم قرار دارند. آقای وحید الله سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه ما. خب در اول اگر به این نکته بحث بکنیم که بعضیا این شک دارند که در صورت سقوط رژیم بشارالاسد شاید افرادگرایی‌ها در سوریه مسلط شوند، آیا به نظر شما واقعا قدرت های جهان در پی براندازی حکومت سوریه برآمدند؟ تشکر آقای لامی. ما به خدمت شما باید بگویم که اولتر از همه ما میخواییم یک مقدار در ارتباط با جنبه های تکنیکی و مسلکی این مسئله روشنی بندازم. با وجودی که تمام گزارش ها و شواهد آقای عزیز که حکومت سوریه متاسفانه در برابر مردم بیدفاع خلاف کنونچین هایی که او عضویت بهش داره در ارتباط با من سلاح های کیمیاوی دست به استفاده از این سلاح ها زده، ما با شما بگویم که ما در سازمان ملل سه برخورد داریم با مسائل و ما متاسفانه عالی رسیدیم به مو برخورد سیوم. برخورد اول ایست که ما چگونه در جایی که صلح هست رو باید حفظ بکنیم. برخورد دوم ایست که در صورتی که ما خطرات جنگ ببینیم چگونه میتونیم که وقایه کنیم و به طرف آقای وحیدالا بسیار معذرت میخوایم چون وقت برنامه بسیار کوتاه است، اگر فشرده بفرمایین در صورتی که چنین حمله واقع شوه و سوریه تحت حمله قرار بگیره پیامدهایش در سطح منطقه چگونه خواهد بود؟ پیامدهای در سطح منطقه و فکر میکنم که فعلا باید که مطابق به می قراری که هست که امروز باید در شورای امنیتی مثلا مطرح شود کاملا بستگی به این داره که اعضای شورای امنیت به خصوص آنانی که در حمایت از سوریه و اعمال جنایتکارانش قرار گرفته اونا با واقع‌بینی با این مسئله برخورد کنند. به خصوص منظورم اینجا از روسیه است و در صورتی که کار اونا نکنند شما میبینید که به تمام جهات قوام بین‌المللی وجود داره در ارتباط با استفاده از قوا و این کار مستقل بود. بله آقای وحیدالله شما به یک مسئله بسیار اساس اشاره کردین به بحث در شورای امنیت ملل متحد. ما خبرش داشتیم که صدر اعظم بریتانیا یک مسوده ای را تهیه کرده که به شورای امنیت ملل متحد پیشکش خواهد کرد در مورد اقدام علیه سوریه. چقدر امکان از این را میبینین که جهانیان قدرت های جهانی از طریق ملل متحد علیه سوریه اقدام بکنه؟ با فکر میکنم که با جز از روسیه که از لحاظ تکنیکی اگر اون توافق نکنه و تفاهم وجود نداشته باشه و احتمالا هم چین، دیگه تماما جامعه جهانی در ارتباط با اقدامات علیه حکومت سوریه کاملا متحد هستند و ما فکر میکنم که اگر احیانا این تفاهم صورت نگیره بنابر آن مثل سایر جای ها قسمی که بیشتر رو شما گفتم امریکا و متحدین غربی زو همراه با عرب لیگ خارج از چوکات سازمان ملل متحد با قوات وصل خواهد جست. بله. آقای وحیدالله این موضوع تا به حال با شواهد موثق تثبیت نشده که حکومت سوریه در این حملات دست داشته، ولی حکومت سوریه ای را هم میگه که شورشیان گویا به استعمال مواد زهرآگین کیمیاوی دست دادن. این امکان را چقدر شما به حقیقت نزدیک میبینین؟ هیچ حقیقت وجود نداره رایی در ارتباط با گذاشته. برای شما بگویم که شش ماست که در ارتباط با حمله اول مشابه که در منطقه دیگر نزدیک دمشق بود در اونجا حکومت سوریه یک نوع همکاری با استفاده و اتکا به حامیان و انگلیشان به خصوص روسیه با ملل متحد انجام ندادند تا اینکه چند روز پیش این اجازه نامه را صادر کردند. بعد از ماها مذاکره هفته ها مذاکره و حالی که صادر کردند اون حمله اخیر صورت گرفت. حمله اخیر هم اینا بسیار تأخیر بهش کردن، تعلق کردن برای ازی که شواهد از بین برن، مناطق بمبارد کردن و دیگه از طرف دیگه به شما بگویم که این سلاح ها در اختیار مخالفین قرار داشته نمیتونه و از طرف دیگه سمپل هایی که گرفته شده، معاینات که از خاک به دست آمده، سمت از این راکت ها که پیر شده، ساخت و نوع از اینا کلش گواهی به این میتونه که این مربوط به حکومت و مقامات حکومتی و نظامی سوریه است. بنابراین بسیار کم شک و شبه وجود داره
تشکر از شما آقای وحید وحید الله، یک جهان سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مورد بحرانات سوریه معلومات خود را با ما شریک ساختین. یک جهان سپاس.